سلام جمعه 25 دی 94 15 ژانویه 2016 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت کنیم موضوع اول اینکه اعتصاب غذای روزنامه نگار منتقد و شجاع ایسا سهرخیز ادامه در داره در حالی که مقامات امنیتی فشار امنیتی رو بر او افزایش دادند اعتراض دانشجویان نفت هم به هشتمین روز خودش رو پشت سر گذاشت دانشجویان نفت اهواز در وزارتخانه نفت تحصن کردند و دانشجویان نفت آبادان هم دست به اعتصاب غذای کامل زدند و دیشب بیرون از خوابگاه خوابیدند دانشجویان اعتراض دارند به اینکه وزارت نفت به تعهد خودش که استخدام اونها بعد از فارغ و تحصیلی است قرار است که عمل نکنه داوود رزوی عضو هیئت مدیره سندیکای آزاد شرکت واحد اتوبوس رانی هم به پای میز محاکمه کشونده شده و به اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی است آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهزت آزادی ایران هم در نامه اعتراضی به رد صلاحیت محمد هادی هادیزاده و غفار فرزدی دو تن از اعضای نهزت آزادی ایران به اتهام عضویت در این سازمان اعتراض کرده و گفته که نهزت آزادی هیچگاه غیرقانونی نبوده آنچنان که به استناد ماده 26 قانون انتخابات اونها رو رد صلاحیت کردند هیئت های بدوی و اجرایی موضوع دومی که سردار محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه عنوان کرده که هیئت های اجرایی وزارت کشور به استعلام مراجع پنجگانه امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی و غیرو عمل نکردند و با تایید صلاحیت جمع کسیری حالا باید شورای نگهبان تعداد زیادی رو رد صلاحیت بکنه اما آمد نیوز خبر داده از اینکه در بهمن ماه قرار است که اطلاعات سپاه سخت گیری ها و دست گیری های بیشتری نسبت به روزنامه نگاران به عمل بیاره به دلیل اینکه به انتخابات نزدیکتر میشه آقای پاول دروف مدیر تلگرام هم عنوان کرده که تنها خط قرمز ما مقررات و قوانینی نیست که خودمون وضع کردیم و اون عبارت از این نیست که اگر شبکه تلگرامی مبلغ داعش یا خشونت و تروریزم باشه یا مبلغ و حامل اون شبکه پرنگرافی و هرزنگاری باشه و یا اینکه تبلیغات فلی و اسپم توش باشه به گزارش هر کاربری ما رسیدگی میکنیم و اون شبکه رو مسدود میکنیم بنابراین اینی که وزیر ارتباطات ایران گفته ما گزارش بدیم تلگرام رفت میکنه ایشون گفته که هر کاربری میتونه بکنه و اگر در این ضوابط ما قرار بگیره بله شبکه ی تلگرامی رو مسدود میکنه موضوع سوم اینکه جلسه ی وحدت اصولگرایان در محل انفجار حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد و در اون آقای موحدی کرمانی عنوان کرد که نگذاریم حامیان فتنه وارد مجلس خبرگان شوند منظورشون آقای رفسنجانی همینطور آقای حداد عادل عنوان کرد که یکی از راه های نفوذ دشمن اینه که مانع وحدت اصولگرا ها میشه اصولا الان تیفای مختلف اصولگرا مشکل جدی دارن برای اینکه لیست مشترک بدن و آقای لاریجانی هم که خوب این رو احساس کرده از این جمع فاصله گرفته و شاید انشعاب بزرگ اصولگراها رفتن آقای علی لاریجانی از بین اونها باشه در جلسه روز قبل این برای وحدت اصولگراها آدم های سرشناس راندخاری مثل آقای زاکانی و صادق محصولی هم حضور داشتند و آقایان غالیباف و محسن رضایی هم نمایندگانی به این جلسه فرستاده بودند. سایت آقای حاشمی رفسنجانی هم جواب احمدی مقدم رو داده که گفته بود قبل از انتخابات 88 جلساتی بین آقای رفسنجانی و خاتمی و روحانی و ناطق نوری تشکیل می شده جواب داده و گفته که بالکل این حرف ها دروغه و کاربرد انتخاباتی داره و همین حرف ها رو شبیهش رو احمدی نژاد هم در همان زمان می اما سایت های اصولگرا به حملاتشون به آقای حسن خمینی هم ادامه میدن و در جدیدترین حمله عنوان کردند که در کاشانک مؤسسه نشر آثار آقای خمینی جلسه ای گذاشته بوده که آقای حسن خمینی و آقای خاتمی بودن سفیر فرانسه حضور داشته که البته این مؤسسه مسئولش آقای انصاری به کل این رو تکذیب کرده و گفته قهرمان دروغ هستن هایی که اینها رو میگن موضوع چهارم اینکه جنگ تویتری بین آقای ظریف و آقای بنزاید وزیر خارجه امارات جالب شده برای اینکه اول آقای ظریف مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت وزیر خارجه امارات به تنه در توییتش نوشت که اون مقاله رو که من خوندم فکر کردم که سفیر یک کشور وزیر یک کشور اسکاندیناویایی این حرف ها رو زده آقای ظریف به او در توییترش پاسخ داد که دیپلماسی عرصه آدم های بالغ بالغ نه نوکیسگان و متکبران دوباره آقای بنزاید جواب داده و گفته مقدمه بلوغ دیپلماتیک یعنی اینکه به سفارتخانه ها حمله نکنید آتش نزنید غارت نکنید و دیپلمات ها رو هم گروگان نگیرید کشور کوچک کمور هم با ایران قطع رابطه کرد جالبه که این کشور هم مثل جیبوتی کمک های لایزال ایران در دوره آقای احمدی نژاد دریافت کرده بود و نمک خورده و نمک دون میشکنه به احتمال زیاد سعودی به سراغ این کشورها رفته و وعده پول بیشتری به اونها داده و به این ترتیب اونها هم به جمع قطع رابطه با ایران پیوستند اما سازمان انرژی اتمی ایران سخنگوش آقای کمالوندی اعلام کرده که راکتور عراک قلبش خارج شد و به جای اون هم بتن ریختن موضوعی که سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم تایید کرد و چهار تا کار اصلی که ایران باید میکرده یعنی ذخیره اورانیومش رو از نزدیک ده تن برسونه به 300 کیلو انجام داده عراق رو از کار بندازه قلبش رو بتون بریزه به این ترتیب انجام داده تعداد سنتریفوژ ها رو به 5000 تا برسونه و عملا 15000 سنتریفوژ رو در فردو و نتنز از رده خارج بکنه و انبار بکنه گفت اعلام کرده اون رو هم انجام داده و از آب سنگین خودش رو هم به فروش برسونه که چون فقط آمریکا میخره و اونها هم وارد معامله با ایران نمیشن فعلا به عمان حمل شده به این ترتیب قرار است که بازرسان آژانس این اقدامات ایران رو راستی آزمایی کنند و امروز جمعه به شورای حکام آژانس گزارش بدن اگر این گزارش مثبت باشه فردا یا پس فردا روز اجرای برجام طبق اون قرار داد میرسه با اعلامیه که خانم مگرینی و آقای ظریف مشترکن منتشر بکنن و تحریم ها در واقع در این مرحله باید که تعلیق بشه اما موضوع پنجم این که سایت ال کانفیدنسیال اسپانیا عنوان کرده که جمهوری اسلامی 5 میلیون یورو به حزب چپگرای این کشور که موازه ضد امریکایی داره پول داده و کمک کرده در سوریه پنج سپاهی دیگه که یکی از آنها سرهنگ سعید سیاه تاهری هست کشته شدند و آمریکا و فرانسه و بریتانیا هم مشترکن از رئیس ادواری شورای امنیت سازمان ملل خواستن جلسه اضطراری بگذاره برای کشورهای شهرهای مثل مزایا و چند شهر دیگه سوریه که به دلیل محاصره طولانی نیروهای دولتی در اون مردم به دسته دسته از گرسنگی و درماندگی فوت میکنن به خصوص کودکان در معرض خطر گسترده است اما موضوع آخر اینکه جناب نقدی فرمانده کل بسیج ضمن حمله به روزنامه هایی که تشکر آقای جان کری از آقای ظریف رو در قضیه دریاداران امریکایی آزادیشون دریانوردان آمریکایی چاپ کرده بودند گفته اینها چرا اینو چاپ کردند ؟ ضمنا گفته آقای کری غلط کرد که تشکر کرد ضمنا آقای نقدی روی همه حرفهای قبلی یک کشف جدید کرده و گفته حمله به سفارت خانه ها و قتل های زنجیری و اسید پاشی کار سلطنت طلب هاست ضمنا جناب عبدالله حاج صادقی معاون آقای سعیدی نماینده ولایت فقیه در سپاه هم فرمودند که یک شرط جدید برای نمایندگان گذاشتند گفتند منتخبان ما برای مجلس باید آمریکا رو عصبانی کنند دندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی